در طول سالهای تحریم از سال 97 به بعد به جهت اینکه بخش زیادی از اقساط پروژه‌های جمهوری اسلامی پرداخت نشده بود، تمام این پروژه‌ها متوقف شده بود و تأمین مالی دیگه از سمت بانک توسعه اسلامی انجام نمی‌گرفت. ما زمانی که سال 1400 به دولت اومدیم، یکی از اولویت‌های خودمون رو اینو قرار دادیم که موانع پرداخت اقساط کشور رو حل و فصل بکنیم، بدهی‌های جمهوری اسلامی رو در بانک توسعه اسلامی بابت اقساط گذشته به صفر برسونیم و کاری بکنیم که بانک توسعه اسلامی بتوانند مجدد برای 11 پروژه عمرانی که در استانهای مختلف کشور فعال هستند تأمین مالی کنند. این اتفاق به حمدالله رخ داد، یعنی ما مسیر دور زدن در واقع تحریم ها رو در موضوع پرداخت بدهی‌های جمهوری اسلامی به بانک توسعه اسلامی پشت سر گذاشتیم. دوبار بردیم توی کارگروه، برای بار سوم پیش از سال بردیم، قرار شد بررسی مجدد بشه. امیدوارم که در جلسه آتی که هفته بعده دوباره دوستان همراهی بکنن که این اتفاق بیفته، چون میدونید کارگروه 12 بالا یک عضو داره، 12 عضوی که صاحب رأی، مرکز ولی هم 13 عضو، وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو و دولت هم کلا 6 رأی داره. عملا در واقع اکثریت با نمایندگان دولت که عضو دولت هستن نیست و باید جمعی تصمیم گرفته بشه. ما 3 هفته دیگه از مجلس باقی مونده، این 3 هفته هم بیشتر به بحث بودجه پرداخته میشه. البته مواردی هست که امیدواریم اونها هم در دستور کار قرار بگیره، مثل مسئله پیشگیری از آسیب زدگی به زنان هست که بالاخره مسئله مهمی هست، یا بحث تجمعات و راهپیمایی های هست که قانونش بالاخره در مجلس هست. اینم امیدواریم که در همین مجلس نهایی بشه و ما داریم خودمون آماده میکنیم انشاءالله برای مجلس آینده که تعامل سازنده و همکاری بیشتری بین دو قوه وجود داشته باشه برای خدمت به مردم و پیشرفت. مطابق این آیین نامه در طول 5 سال آینده 1000 هنرستان جدید در کشور ساخته خواهد شد و 800 هنرستان نیز از محل تغییر ظرفیت فضای آموزشی موجود، معادل اونها در حقیقت ظرفیت به پذیرش دانش آموز مهارتی اختصاص پیدا کرد. با این تفسیر تا 5 سال آینده تعداد دانش آموزانی که در دوره‌های مهارتی و در رشته‌های مهارتی یعنی هنرستان‌ها تحصیل می‌کنند به نیمی از کل دانش آموزان کشور خواهد رسید. امروز این درصد 39.8% است. مطابق این آیین‌نامه تا پایان برنامه هفتم 2500 هنرستان از هنرستان‌های وزارت آموزش و پرورش به واحدهای تولیدی و کارآفرین تبدیل خواهند شد. به علاوه معادل 2% اعتبارات حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به عنوان مشوق در اختیار شرکت‌ها و صنایعی قرار خواهد گرفت که اقدام به تأسیس هنرستان جوار اون شرکت و یا اون صنعت. من موزه لوب رفتم، نه خیلی هیچ خبری نیست، موزه ها تقریبا شبیه به همه. اون کاری هم که در موزه ملی ما میکنیم راهنمایی خیلی خوبی هستن، میان گزارش میدن و حوزه وسیعی هم ایران باستان هم ایران پس از اسلام، به نظر من فرق خاصی نداره. در حوزه سدسازی اونجا سال ها سن فعالیت میکنم، یک سد بسیار پیشرفته به لحاظ مختصات مهندسی اونجا، یعنی سد در واقع معمولی نبوده، چون مسیر انتقال آب از یه سدی به یه سطح دیگه داشته و همزمان یه نیروگاهی برای اونجا و یک سد بسیار پیشرفته مبتنی بر واقعا کار دانشی اونجا انجام شده و اثرات خیلی خوبی هم در واقع سریلانکا داشته. همین که بالاخره جمهوری اسلامی تو این شرایطی که تلاش میکنند نشان بدن که این کشور تحریمه، ما میتوانیم در واقع کیلومترها دورتر از خاک خودمون یکی از بزرگترین افتخارات صنعت مهندسی رو اونجا ارائه کنیم. من به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار، قانون تعزیرات حکومتی رو یه لایحه اصلاحیه‌ای وزارت دادگستری ارائه کرده بود که در کمیسیون حقوقی دولت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. امروز
هیئت وزیران با قید دو فوریت با این لایحه موافقت کردن که انشالله برای مجلس محترم شورای اسلامی ارسال بشه، برای اینکه بتونه هم سرعت بخشی بکنه فرایندهای رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی، هم بتونه ضمانت اجراهای محکومیت ها و مجازات های سازمان تعزیرات حکومتی رو انشالله تقویت بکنه، نظارت بسیار موثرتری انشالله بشه بر موارد که احیانا گرانفروشی، احتکار، موارد تخلفات و جرایم تعزیراتی هست انشالله بتونه سازمان تعزیرات داشته باشه. یکی دیگه از مصوباتی که امروز هیئت وزیران داشتن به پیشنهاد بانک مرکزی، هیئت وزیران موافقت کرد که سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول افزایش پیدا بکنه، میزان سهامی که ایران در صندوق داره افزایش پیدا کنه که حق امتیازش هم بتونه متناسب با اون با افزایش سهام صندوق حفظ بشه و حق رأیش همون میزان قدرت قبلی حفظ بشه.